این کمپ موقتی برای افغانهای مهاجر در ولسوالی سپین بولدک کندهار است که از آغاز اخراج اجباری پناهجویان افغان از پاکستان هر روز بیش از 1000 خانواده در آن ثبت نام و برایشان مکانی بود و باش داده می شود. شماری از این خانواده ها از بدرفتاری نظامیان پاکستانی حکایت های گوناگونی دارند و می گویند که این نظامیان تمام دار و ندارشان را گرفته و آنان را ناگزیر به برگشت به کشور کرده اند. زکت ضروریت لارم و اوبادی ضروریت لارم استپورت تا واخ اسمان کتا زکت تا واخ ایت به کومنه کی به وطن نه کی ول خدا خپل وطن آزاد کړه د وطن ګل ګلزار سی کو د زمینم نیاز داریم د پیسم نیاز داریم د خرچی روم نیاز داریم بدرم هیڅ چیزی هم نداریم ایرون ایرون است کوم کجا بریم. در همین حال مسئولان محلی کندهار میگویند که بر اساس دستور رهبری امارت اسلامی 12000 جریب زمین در ولسوالی های پنجوایی و دامان برای این برگشت کنندگان در نظر گرفته شده است و بالای راهکار توزیع آن کار جریان دارد. از اول ماه نوامبر به این سو حدود 27000 خانواده از مسیر سپین بولدک کندهار به کشور برگشتند و این روند همچنان ادامه دارد. امارت اسلامی کمیته متشکل از کارشناسان حقوقی را برای دفاع از حقوق افغانهایی که در کشورهای خارجی بود و باش می کنند تشکیل داده است. سخنگوی امارت اسلامی می گوید که این کمیته به هدف دریافت راه های حقوقی برای حل چالش های مهاجران افغان در کشورهای دیگر ایجاد شده است و در رأس این کمیته معاون ریاست امور قانونگذاری وزارت عدلیه گماشته شده است. آنها گماشته شدند به خاطر از اینکه راپورهای را به دست آوردیم که اموال مهاجرین از آنها گرفته شده در بعضی ساعات و ملکیتاشان برشان سپرده نشده یا جلو انتقال ملکیتشان گرفته شده. به خاطر از اینکه موضوع از لحاظ قانونی و حقوقی بررسی بکنند بعد در اگر کدام بخش ها مشکلات وجود داشته باشه رسیدگی بکنند. شمار از مهاجران تازه برگشته از پاکستان که در کمپ ترخم جابجا شدند میگویند که نگران فرارسیدن فصل سرما هستند. این مهاجران که بیشترشان باشندگان ولایت‌های سردسیر هستند از حکومت سرپرست میخواهند که تا پایان فصل زمستان زمینه بودوباششان را در ولایت‌های گرمسیر فراهم کنند. الان که یخنی ده هوا یخ ده و سپلن مونږه تبلار سو زندگی مو ډیره سخت ده البته نو سو کولای چې وسلار سو نو ځای مونستا کور مونستا هلته مونږ ته داسې ځای کې یو ګرم وطن کې شي هوا یې ګرم وي چې دا جمع مونږ په سهولت کې تور شو ننګرهار مثال خبره ګرم دی مونږ ته دلته سهولت برابر کې مونږ دلیه پاتې شو. همزمان قرار است یک نهاد مددرسان در ولسوالی مومندره کار ساخت ساز 70 خانه برای مهاجران را آغاز کند که به گفته مسئولان کار آن تا یک ماه آینده به پایان میرسد. یو کور که یو کوټه ده یو تشناب ده یو آشپزخانه ده ورسره یو څه چاردیوالی به وي نو په دغه حالاتو کې تقریبا مونږ انجینرانو خپل ټول وسایل خپل یو $200 په دغه باندې مصرف راځي. از سوی هم مسئولان ولایتی ننګرهار میگویند که آماده رسیدگی به چالش های مهاجران تازه برگشته هستند و به همین هدف افزون بر ساخت و ساز کمپ های کوتاه مدت تلاش ها برای حل دائمی چالش ها را نیز آغاز کردند. موږ زمکی لرونو که دلته کډوال موږ راځه پشي او هغه منطقې لکه بدخشان شو بعد لکه تاسو خپل شیخی منطقې هغوی ځای برابرولی شو. بر بنیاد معلومات مسئولان محلی پس از پایان ضرب الاجل حکومت سرپرست پاکستان مبنی بر اخراج مهاجران غیر قانونی از خاک این کشور 50000 خانواده از راه گذرگاه ترخم وارد کشور شدند و این روند هنوز هم ادامه دارد.